مرزیه راستگار و جاودانه شد مسعود رجوی بیست و سوم مهر هزار و سیصد و هشتاد و نو دختر دلبند خانم مرزیه هنگامه بود از اولین دیدار و از اولین گفتگو با مرزیه به سادگی میشد اوج عشق و علاقه ای او را به دختر دریافت در صحبتها بارها از او یاد میکرد در پاییز هفتاد و سه اطلاعات آخوندها دختر را در تهران به گروگان گرفت تا مادر را در هم بشکند اما مرزیه که البته با دستگیری دختر جان لب شده بود هیهات که به خواسته آخوندها گردن میگذارد. سفلگان روزگار از چپ و راست بر سر مرزیه ریختند و بر او خورده گرفتند که چرا بر روی تانک های ارتش آزادی بخش برنامه اجرا کرده و باعث دستگیری دخترش شده است در رسم نامردمان همیشه چنین است که به جای ظالم مظلوم را و به جای جلاد قربانی را ملامت می کنند سیاسی مرزیه ضد رژیم مرزیه جنگاور و به کار گرفتن هنرش در خدمت آزادی و ارتش آزادی هرگز مطلوب تبع آنان نبود گویا که هنر مرزیه فقط باید اسباب تفنن و سرگرمی باشد و نه بیشتر در غیر این صورت مجاهدین متهم می شوند که زنی سال خورده و ناهوشیار را با مغزشویی و اجبار به پایگاه های خود برده و لباس ارتش آزادی پوشاندهاند اند تا مورد بهره برداری سیاسی قرار بگیرد در این منطقه زنستیز ارتجایی چیزی که جایی ندارد آگاهی و شخصیت شعن و مقام و حق انتخاب سوژه است حتی اگر بزرگ زنی جهان دیده و سرد و گرم چشیده به سن و سال مرزیه باشد اما هنگامه پس از مدتی در اثر اقدامات و فشارهای بین المللی به سلامت جست و پانزده سال بعد در اسفند 1388 درست هفت ماه قبل از مادرش با بیماری جانکاه دار فانی را ودا گفت می توانم حدس بزنم که مرزیه در این سالها هر روز و هر ساعت از بیماری و درد و رنج دختر دلبندش چه ها کشیده است در سی خرداد سال 1375 گشتاپوی آخوندی برای در همشکستن بانوی هنر پسر او را به کار گرفت و او را در اجتماع بزرگ ایرانیان در لندن به عربد کشی علیه مادر داشت. در آن زمان می گفتند که اطلاعات بدنام و پرقصاوت آخوندها برای این کار صد هزار دلار هزینه کرده است اما مرزیه در اوج عاطفه و لطافت قلب و زمیرش شکستنی نبود او خود غزل شرف و افتخار بود بقیه مطلب را از یاد داشتی که به همین مناسبت در همان زمان در نشریه ایران زمین نوشتم برایتان میخوانم این یادداشت را پس از مصاحبه خانم مرزیه در همین بار نوشتم و آنچه از قول ایشان نقل شده عینا جملات و عبارات خود اوست غزل شرف و افتخار آخوندها باز هم برای خانم مرزیه توته چیدند از آن از آن هم که منبر و محراب ریا را میلرزاند بسیار سوخته بودند و هر طور شده باید تلافی می کردند. اما برخلاف رسم قدیم آخوندی اینجا دیگر بسیج چماغداران و امت همیشه در صحنه برای برهم زدن اجتماع بزرگ ایرانیان و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در لندن عملی نبود بنابراین از در دیگری وارد شدند پیش خودشان حساب کرده بودند با قرار دادن پسر در برابر مادر با یک تیر دو نشان خواهند زد هم گرد همایی و سخنرانی را مخدوش می کنند و هم ضربه سنگین و چه بسا نفسگیری بر مادر هفتاد ساله وارد خواهند کرد آن هم درست در شبی که قرار است پس از سه هفته پیش آگهی از طریق ماهواره حماسه بزرگ مقاومت و همبستگی ملت ایران را با پخش مستقیم برای داخل ایران و خاورمیانه و اروپا و آمریکا به اجرا در بیاورد باقی غذایا را هم در همیاری معموران همیشه در صحنه و پشت صحنه سواکی آخوندی با ارگانهای نیم سوز شیخ و شاه ترتیب داده بودند نوه خانی امت نالان و مرسیه های روبه جماران آمیخته با درانی علیه مجاهدین و فقان و فریادهای وا اسلاما و وا شریعتا و مرگ بر منافقین به بیانهای مدروز خانم مرزیه به درستی گفته است که رهبر این ارکستر در بوداغان شده کسی جز آخوندهای پا و وطن فروش که در صدد برآمده بودند مرزیه را ارشاد کنند نبود آخوندها قبلا هم در پاییز هفتاد و سه سعی کردند با گروگان گرفتن دختر خانم مرزیه در تهران و تحت فشار قرار دادن او اراده مادر را در هم بشکنند و او را به سکوت و تسلیم وادارند اما وقتی از اسارت دختر نتیجه‌ای حاصل نشد اکنون میخواستند بخت خود را با پسر بیازمایند البته باز هم نتیجه ای نگرفتند جواب مرزیه هفتاد و دو ساله در مساحبه هایش با رادیو ایران زمین و روزنامه ایران زمین چنین بود صد بار قاطع تر علیه آخوندها مبارزه خواهم کرد او گفت دو سال است که در کمال افتخار و سربلندی لباس رزم برتن کردم و به خاطر آزادی تا آخرین نفس و با تمام هستی خودم در کنار ملت خودم سربلند و شاد و سرشار از افتخار ایستادم و آخوندها کوچکتر از آنند که در راه انتخاب و عزم من خللی وارد کنند و این آرزو را هم به گور میبرند که مرا به تسلیم و سازش بکشانند و افزود من آمدم تا همه استعداد و توان و انرژی و هنر و صدایم را برای آزادی مملکت برای آزادی ایران و مردم شریف و بزرگوارمان به کار بگیرم آمده تا دست یاری بانوی بزرگ مقاومت ایران یعنی خانم مریم رجوی را به گرمی بفشارم در تو با تو با تو در تو بهاران می شوم. به این ترتیب مرزیه در میدان مبارزه سیاسی نیز به خواندن قزل خیر کننده و آتشینی که قزل شرف و افتخار است پرداخت و بیچار آخوندهای شب پر است که دستشان از هر بابت کوتاه شد و این هم پاسخ خانم مرزیه به ترفند اطلاعات آخوندها که گفت به قول حضرت مولانا که انگار درباره این ملاها گفته کی شود در یاز پوز سگ نجس کی شود خورشید از پف منتمس ای برید آن لب و حلق و دهان که کند تف سوی مه یا آسمان بنده باید بگویم که آخوندها و آن کسانی که دوست آخوندها هستند خیلی بدبختتر و مفلوکتر از این هستند که روی چنین کنسرتی یا سخنرانی خانم مریم رجوی که اصل و اساس مسئله بود و در سراسر اروپا و خاور میانه قابل شنیدن و دیدن بود سایهی بیندازند باز هم به قول حضرت مولانا محفشاند نور و سگ او او کند بنده الان هفتاد و دو سال دارم و این موها را هم که در آسیاب سفید نکردم حالا که گذشته ها را مرور می کنم می بینم خیلی وقتها سعی کردند کنسرت ما را به هم بزنند یک بار هم در جنوب کشور سی چهل سال قبل به محلی که من ایستاده بودم و میخاندم هزباللهی های آن دوران سنگ پرتاب کردند و من از همانجا جا خواندم که با محتسب شهر بگویید که زنهار در مجلس ما سنگ میانداز که جام است حالا هم دوباره محتسب شهر آمده که یک طور دیگر سنگ بیاندازد و من باز هم باید بگویم که آخوندها این آرزو را به گور میبرند که من به مردمم پشت بکنم و خاموش بشوم من بعد از پانزده سال وقتی آمدم اول نیامدم روی سن پالیدو کنگره یا آلبرت هال صاف و مستقیم رفتم وسط آن بیابانهای بی آب و علف و داغ وسط آن زنها و مردهای شجاع و رشید و وطن پرست که به خاطر مردم ایران به خاطر آزادی سر از پا نمیشناسند. رفتم و روی تانک های داغ در هوای پنجاه درجه فریاد کشیدم و سرود خواندم. سرود برای مجاهدان و مبارزان خواندم. بعد از سالهای عاشقانه و عارفانه خواندن سرود جنگی و نظامی خواندم به خاطر آزادی به خاطر این مردمی که عشق من هستند و زیر نعلینهای های آخوندها دارند شب و روز زجر میکشند به خاطر چیزهایی که در این پانزده سال دیدم دیدم که چه بر سر این مردم میآورند آخوندها واقعا احمقند اگر فکر میکنند با این کارها می توانند مرزیه را خاموش کنند من ترس و وحشتی ندارم من در میان خانواده بزرگ خودم یعنی تمام مردم ایران و این زنها و مردهای شجاعی که نور چشم من و بهترین بچه های منند احساس کمال آرامش و عاطفه انسانی را دارم و به آخوندها میگویم این کارها جز اینکه که پرونده شما را سنگینتر و ننگینتر بکند فایده ای ندارد من به خاطر آزادی تا آخرین نفس در کنار ملت خودم ایستادم در کنار مقاومت مردم ایران در کنار این مجاهدان و مبارزان ایستادم سربلند و شادم هستم من واقعا احساس افتخار می کنم که بر ضد کسانی دارم مبارزه می کنم که هر جنایتی را انجام می دهند شما آخوندها چه ها که نکرده ای؟ شما بودید که زن را جلوی شوهر شکنجه کردید به دخترهای نوجوان برای آنکه کسانشان را در هم بشکنید جلو چشمهای کسانشان تجاوز کردید مثل مغلها آمدید و کشتید و سوختید و بردید و حیا هم نمی کنید. من میدانم با چه موجوداتی دارم مبارزه می کنم بله من در این زمینه اطلاعاتی به دست آوردم و چند روز قبل در مصاحبه با رادیو ایران زمین در انگلستان آنها را به اطلاع هموطنان عزیزم رساندم اما اضافه کنم که درست سر زنگاه من هر وقت کنسرت دارم با این مشکلات مواجه هستم بعضی از نشریات مزدور رژیم آخوندها در خارج کشور یا آن رادیویی که 24 ساعته علیه مقاومت ایران و مردم بزرگ ایران مزدوری رژیم را می کند در هر بار مصاحبه هایی را پخش کرده که عینا در مطبوعات آخوندها هم منعکس شده است آنها آمدند که بنده را ارشاد کنند در مصاحبه های اخیر در همین رادیوها گفته شده که پسر عاشق دو سال است که در به در دنبال مادر گمشدهش می گردد مادر گول خوردهش عجب داستان تا کجا پیش رفته که بعد از دو سال که بنده لباس رزم علیه این آخوندها را بتن تن ام گم شده هستم اگر گم شدگی این است به قول حضرت اتار گم شدن در گم شدن دین من است نیستی در هستیایین من است به آخوندها باید گفت کجا من گم شدم من که تازه پیدا شدم شما هستید که باید گم بشوید و زحمت ما و ملت ایران را کم بکنید تا جایی که به من مربوط است به قول حضرت حافظ روندگان طریقت ره بلا سپرند رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز من اعلام می کنم صد بار اعلام می کنم آزادی چیزی نیست که انسان بتواند از آن بگذرد من صد بار قاطع تر از پیش علیه آخوندها و نوکران آخوندها مبارزه خواهم کرد خواهم جنگید زیرا اگر آزادی نباشد زندگی به درد نمی خورد شایسته انسان نیست و من در کمال سرفرازی و با ایمان و اعتقاد کامل می گویم آزادی در ایران فقط و فقط به وسیله همین مقاومت مردمی و فرزندان دلاورش محقق خواهد شد و بس این تمام حرف بنده است و این تمام حرف این مقاومتی است که دو سال است افتخار دارم که جزئی از آن باشم با تشکر خواهش بسیار ممنون خیلی کلیپ عالی بود واقعا باید به این برید مزرا مثل خانم مرزی گفت مه نور و سگ او او کند همونطور که من گفتم من نه اولین نفر و نه آخرین نفر هستم که در جنبش با چنین توته های مواجهم از طرف مزرا الان که رژیم خیلی وضعیتش خرابه وضعیت بحرانی از اون طرف هم که مقاومت اینقدر رو به اطلاعه خیلی رژیم دنبال این هستش که هرچی میتونه چنین برنامه ها و توتعی ها برای مقاومت ایجاد کنه ولی همه میدونیم داستان نه عواطف مادر و فرزندیه نه دلتنگیه نه دیدار خونوادگیه داستان داستان رژیمه وزارت اطلاعات و توتعهاش علیه مقاومت مقاومتی که الان تا حالا 120 هزار تا از بهترین جوان و فرزنداشو به تقدیم میهن کرده اونایی که میگن مجاهدین عاطفه ندارن خودتون میدونی که برای حفظ قدرت از ریختن خون فرزندای خودشونم هم تا حالا ابا نداشتن مثلا حتما همه شنیدین آخون گیلانی وقتی فرزندای مجاهدش به شهادت رسیدن اعلام شادمانی کرد یا این جنتی دیوسیرت وقتی که شنید پسر مجاهدش به دست پاسدارا به شهادت رسیدن روزه شک گرفت واقعا مرگ و لعنت بر خمینی دودمان خمینی آخوندهای جنایتکار مزدورا و بریدگان همپالکی اون خب حالا من میخوام به عنوان یک مجاهد اشرفی به, م... به, عنوان یک مجاهد اشرفی به جد تاکید کنم ما با افرادی که دست در دست این رژیم دارن هر کسی که میخواد باشه دیدار نمی کنیم. از اونا بیزاریم من در این حال که بسیار رزمنده شورشی و جنگاور هستم ولی میخوام برای ثبت در سینه تاریخ اینو بگم من وصیت کردم این گونه افرادی که دست در دست قاتلان مجاهدان اشتکی دارن حق ندارن حتی بر سر مزارم حاضر بشن واقعا از مجاهدین دور باد هر کسی رو که معمول رژیم باشه برای رژیم معمولیت انجام بده خونواده خودش بدونه و با اونا سر سوزنی رابطه و عاطفه داشته باشه فرزندای ما خیلی مشخصه فرزندای ما همون جوانایی هستن که دو قیام آبان تو کف خیابونا خونشون به زمین ریخت ج... فرزندای ما همین کانونای شوریشی هستن که شعله قیام تو کشور شعله بر کردن و من به عنوان یک زن مجاهد خلق که طی این سالیان طی تاریخ کردم چهل سال در این مقاومت و از حضور تو اشرف سه این آمادگاه رز واقعا سرفرازم و سر به آسمان میسابم میخوام یک جمله از حضرت علی که این روزا حتما میدونید تو نزدیک روز شهادتش ما در سالگرد شهادتش همه مجاهدین باهاش تجدید پیمان میکنیم من میخوام از طرف خودم و بچه دیگه بگم ما مجاهدین کوها به جنبن ما از جامون تکون نخواهیم خورد تا سرنگونی آخوندهای ضد بشر جاروی همه شغالا همه این مرتجعین و رهایی میهنمون و رسوندن مریم و بردر به سرزمین شیر و خورشید از پای نخواهیم نشست صبح پیروزی نزدیک نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین تشکر زیاد میکنم از اینکه این وقت در اختیارم گذاشتین ازتون خدافیزی میکنم بسیار بسیار این خواهر اکرم خیلی لطف کردین تشریف بردین و همراه ما در این بحث و گفتگو بودین با درود به شما با تشکر از کلمات و جملات انگیزانندتون با تشکر از نکاتی که گفتین که هم من و هم فکر میکنم همه بینندگان همه دوستداران آزادی تحت تاثیر قرار گرفتن اونچه شما کردین و اونچه شما میکنید همونطور که خودتون گفتین در این سالیان با پایداری با مقاومت با پس زدن توتاهای رنگارنگ دشمن که همونطور که گفتین شما هم یکی از سوژه های جدیش در طول این سال بودیم برای همه ما آموزند است برای همه ما انگیزه دهند است برای همه ما امید بخش است با دود به شما و با تشکر که به این بحث امشب ما واقعا غنا بخشیدید خواهش تشکر است بسیار بسیار متشکرم شما رو به خدا می سپاریم.